این طرح که به منظور ایجاد مسیرهای امن و قانونی برای پناهجویان و در عین حال مختل کردن مدل کسب و کار قاچاقچیان انسان طراحی شده است، توسط سازمان‌های حقوق بشر غیر انسانی و بیرحمانه توصیف شده است که ادعا می‌کنند برای کاهش ورود پناهندگان یک طرح شکست خورده مشابه در استرالیا است. این در حالی است که کارکنان نیروی مرزی برای ورود 60,000 مهاجر، یعنی دو برابر تعداد سال 2022 آماده می‌شوند. رواندا با حدود 12.5 میلیون جمعیت در شرق آفریقا است که با جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا، اوگاندا و بوروندی همسایه است. حدود 85% جمعیت این کشور از قوم هوتو، 14% توتسی و 1% توا هستند. در سال 1994 تندروهای هوتو به دنبال تهاجم یک گروه شورشی از پناهندگان توتسی که قبلاً به اوگاندا گریخته بودند، 800,000 نفر از توتسیها و دیگر مخالفان سیاسی را در یک کارزار نسل‌کشی که 100 روز به طول انجامید قتل عام کردند. در نهایت شورشیان توتسی از جبهه میهنی رواندا تحت رهبری رئیس جمهور پل کاگامه در جنگ داخلی پیروز شدند و تا امروز در قدرت هستند. رواندا از زمان نسل‌کشی به رشد اقتصادی پایدار دست یافته است و به شدت به سرمایه‌گذاری‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سایر وام‌دهندگان متکی است. چرا مهاجران به آنجا فرستاده می‌شوند؟ علی‌رغم صرف میلیون‌ها پوند برای اقدامات مختلف برای مهار مهاجرانی که از فرانسه از کانال مانش عبور می‌کنند، هنوز در حال افزایش است. نخست وزیر روز پنجشنبه در سخنرانی خود در کنت گفت: مهاجرت غیرقانونی کشور ما را برای مدت طولانی تحت تأثیر قرار داده است و قاچاقچیان انسان کانال را به یک قبرستان آبی تبدیل کردند. او افزود که آزمایش‌های قبلی برای بازگرداندن قایق‌های کوچک به فرانسه موفقیت‌آمیز نبوده است و در حالی که بریتانیا تلاش می‌کند با فرانسه و اتحادیه اروپا مذاکره کرده تا بتواند این کار را انجام دهد، ناچار به انجام طرح رواندا است. پریتی پاتل وزیر کشور پس از تلاش‌های ناموفق قبلی با غنا و آلبانی با رواندا به توافق رسید. مقامات رواندا میگویند که برای کمک به حل بحران بین‌المللی پناهندگان و دریافت سرمایه‌گذاری که به آنها در برنامه توسعه ملی برای سال 2050 کمک می‌کند، این طرح را امضا کردند. و اما این طرح چگونه کار خواهد کرد؟ جانسون گفت که از روز پنجشنبه هر کسی که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شود و همچنین کسانی که از اول ژانویه به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده است، اکنون ممکن است به رواندا منتقل شود. مقامات وزارت کشور در یک نشست خبری گفتند که این طرح جدید در درجه اول برای بزرگسالان خواهد بود و به هیچ جنسیتی اختصاص ندارد، اما در شرایطی خاص امکان دارد که خانواده ها با هم به آنجا منتقل شوند. مهاجرانی که واجد شرایط پناهندگی در بریتانیا نیستند، در انگلیس بازداشت می شوند تا زمانی که شایستگی آنها برای انتقال ارزیابی شود. سپس آنها با پروازهای چارتر به رواندا منتقل می شوند، جایی که وارد سیستم پناهندگی رواندا شده و دیگر به بریتانیا باز نخواهند گشت. آنها در ابتدا در حالی که درخواستهایشان بررسی می شود در محل اقامت موقت قرار می گیرند، روندی که حدود 3 ماه طول خواهد کشید. مقامات رواندا در جلسه توجیهی گفتند که این یک دوره بازداشت نخواهد بود و مهاجران آزاد خواهند بود تا هر طور که می خواهند رفت و آمد کنند. آنها افزودند که سابقه کیفری ممکن است به معنای رد درخواست باشد، اما این موضوع به صورت موردی بررسی خواهد شد. اگر آنها تصمیم بگیرند که در رواندا نمانند، مقامات آنجا بر اساس شرایط منشور پناهندگان سازمان ملل متحد بازگشت امن آنها را به کشورشان یا کشور سوم پذیرنده تضمین خواهد کرد.
نخست وزیر گفت که مسیر مهاجرت به رواندا بدون سقف است و برای آینده قابل پیش بینی است. او گفت رواندا ظرفیت اسکان 10,000 نفر را در سالهای آینده خواهد داشت. سیمون هارت وزیر ولز گفته که این طرح در ابتدا حدود 120 میلیون پوند هزینه خواهد داشت. آقای جانسون در پاسخ به سؤالی درباره گزارش‌های نقض حقوق بشر در بازداشتگاه رواندا، آن را به عنوان یکی از امترین کشورهای جهان در سطح جهانی برای استقبال از مهاجران توصیف کرد. او گفت رواندا در طول چند دهه گذشته کاملا متحول شده است. وی گفت ما در مورد نحوه استقبال از مردم در رواندا اطمینان بالایی داریم. وی افزود که طرح جدید نتیجه 9 ماه تحقیق و برنامه ریزی دقیق است. او با بررسی هزینه‌های مشارکت جدید که برخی آن را بیش از 1 میلیون پوند برای هر نفر تخمین زده اند، ادعا کرد که هزینه فعلی اسکان مهاجران در هتل‌های بریتانیا 5 میلیون پوند در روز است. و اما روز سیاه در تاریخ بریتانیا. طرح‌های جدید رواندا منعکس کننده رویکرد فراساحلی به مهاجرت است که استرالیا از سال 2001 اتخاذ کرده است. این یکی از سخت‌ترین و بحث برانگیزترین سیاست‌های پناهندگی در جهان است. در این طرح مهاجران به مراکزی در جزیره مانوس در پاپوا گینه‌نو و جمهوری ناورو منتقل شدند. مرکز پاپوا گینه‌نو سال گذشته پس از اینکه دادگاه عالی این کشور غیرقانونی بودن آن را در پی گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری تشخیص داد، مجبور به تعطیلی شد، اما این مرکز در ناورو به فعالیت خود ادامه خواهد داد. استیو والد سایموندرز، مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران عفو بین‌الملل بریتانیا، به اسکای نیوز گفت که شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این طرح استرالیا برای جلوگیری از ورود افرادی که به استرالیا برای درخواست پناهندگی می‌آیند تأثیری نداشته است. او گفت این ظلم و ستم زیادی را بر انسان‌هایی که سال‌ها در جزایر جنوبی اقیانوس آرام زندانی بودند تحمیل کرده است و هزینه‌های گزافی برای مالیات دهندگان استرالیایی به همراه داشته است. چرا این دولت فکر می‌کند که ما باید چنین اقدامی را اتخاذ کنیم؟ باور کردن نیست. یاسمین احمد نماینده حقوق بشر در بریتانیا گفت این پیشنهاد غیر انسانی، غیر اخلاقی و ظالمانه است. سعید هستم و از اینکه به این خبر توجه کردید سپاسگزارم.